در ردیف هزینه های پرسپولیس یه نکته خیلی جالبی وجود داره. جرایم بین المللی 3,500,000,000 تومان، یعنی تو این 10 سال فقط 3,500,000 جریمه دادن. این فرق داره با پرونده هایی که مجبور شدن مثل مانوئل جوزه پول بدن، فقط جرایمشون. یک سری ابهامات مطرح شده در این گزارش تحقیق تفحص مجلس، از جمله که قرارداد علیرضا بیرانوند طی 4 متمم در طول فصل 97-98 از 1,500,000,000 رسیده به 3,500,000,000، یعنی 130% افزایش داشته. این اتفاق درباره محمد رضا خانزاده هم افتاده، حالا رقم رو اعلام نکردم ولی گفتن 136% رشد داشته قراردادش. و یه نکته دیگه این که پرسپولیس 103 میلیارد تومان بدهی مالیاتی داره و برانکو هم جالبه که دستمزدش در فصل 97-98 دو فقره دریافتی داشته، 300,000 دلار 500,000 دلار، باز هم پر نشده چون از قبل بدهکار بودن. به جای اینکه از منابع ارزی تامین کنن، بلیت فروشی فصل بعد و پیش فروش کردن، پولش رو دادن به برانکو. بعد شما راجع به این استقلال نکاتی نداشته شما؟ این حالا بریم خیلی سریع بریم سراغ استقلال. استقلال در این مدت 193 میلیارد تومان درآمد داشته که اینجا قید شده تبلیغاتش از حامیان مالی و مشارکت هواداری 114 میلیارد تومان بوده. یک چیز جالبی داره در ردیف درآمدی استقلال، 5 میلیارد تومان از تسعیر ارز به دست آوردن. این اصطلاح خاص مالی و حسابداریه. خیلی کوتاه اگه بخوام بگم، این که مثلا فرض بکنید من با یک طرف خارجی معامله میکنم و 1,000 دلار قراره به من بده، من معادل ریالیش رو مینویسم، فرض کنید مینویسم 10 میلیون تومان، بعد وقتی که قیمت ارز بره بالا بشه 12 میلیون، اون 2 میلیون واو تفاوت میشه تسعیر. و تو این 10 سال 5 میلیارد استقلال از این درآورده. در رابطه با هزینه ها، هزینه استقلال 235 میلیارد تومان بوده و باز هم 163 میلیارد تومانش پول بازیکن دادن. خیلی سریع دارم میگم چیزایی که ابهاماتی که خیلی جالبه، این که قرارداد اسپانسری بسته شده با شرکت، با یک شرکتی در سال 94 قرار بوده ظرف 2 سال 52 میلیارد تومان به استقلال پول بدن، اما 29 میلیارد تومان از این پول وصول نمیشه و لاشه چک برگشتی موجوده و اتفاقی هم برای وصولش انجام نشده. یک ایرادی که گرفتن پژمان منتظر قراردادش ارزی بوده به جای قرارداد ریالی، و هدیه و پاداش به اعضای هیئت مدیره دادن، حق جلسه دادن به اعضای غیر موظف، اینها خلاف قانون بوده. استقلال به 208 نفر بدهکار بوده، مجموعه 24 میلیارد تومان. یک نکته خیلی جالب از بعضی از نکات میگذارم. یه نکته خیلی جالبه، آقایی که اسمش هم در گزارش اومده، در دوره آقای فتح‌الله زاده 1 میلیارد تومان به استقلال کمک میکنه، بعد میاد میگه که 200 میلیون تومانه، 1 میلیارد نیست، بقیهش رو قرض الحسنه دادم، بعد نمیدم بهش، میره شکایت میکنه، تقاضای 900 میلیون تومان میکنه، یعنی کمک 200 میلیون هم میشه 100 میلیون تومان. بیشترین انحراف بودجه در استقلال در سال 91 اتفاق افتاده. و یک نکته خیلی عجیبی داره این گزارش، این که بلیت فروشی که برای پرسپولیس در نظر گرفته شده درآمد 5 میلیارده، برای استقلال 15 میلیارد. این در واقع از اون تناقض‌های عجیب و غریبه که هر جوری حساب بکنیم استقلال نمیتونسته در این بازه 10 ساله 3 برابر پرسپولیس بلیت فروخته باشه، یا این عدد زیاده یا اون عدد کمه. ممنون علی مقانی عزیز، دستت درد نکنه، مثل همیشه دقیق رفته این گزارش تحقیق تفحص و خونه به نکات جالبی رو هم در آورد.